অ <laughs> Moগt بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت شما شاگرده عزیز و گرامی سنف افتوم امیدوارم که جور و سعدمند باشید شاگرده عزیز به مضمون ریاضی بسیار خوش آمدین خب شاگرده عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی سنف افتوم با همدیگه دیگه میخوانیم درست است؟ فصل چندم هستیم فصل پنجم چی مسلس ها و چند ها درست است درس یازده ما و شما میشه خب هدف درس امروز ما و شما چی است انتباق پذیری دو مثلث حالت سومش درست است اگر یادتان باشد در دو درس گذشته ما و شما چی گفتیم انتباق پذیری دو مثلث دو حالت خانده حالت اول چی بود؟ حالت اول دو زل و زاویه بین و حالت دوم دو زاویه و زل بین درست است؟ اما حالت که امروز ما و شما میخوانیم چی است؟ حالت سه مساوی یعنی اگر در دو مثلث سه تا زل با سه تا زل مساوی باشد صحیح است دیگر زاویه‌هاش نیاز نیست ما چک کنیم 100 فیصد زاویه خود به خود چی میشه مساوی میشه درست است و ما نمیتونیم نتیجه بگیریم که دو مثلث ما و شما چی است انطباق پذیر است درست است یا تا آمد دیگه نه خب شاگردای عزیز قبلی که بریم سر تخته و درس تشریح کنیم و نوشته کنیم چی است کارخانگی درس گذشته باید به با ما روان می‌کردید از طریق چی از طریق واتساپ نمبرش هم چند است؟ درست است شاگرد عزیز؟ اگر کدام سوال کدام مشکل در حل کارخانگی کدام پیشنهاد کدام انتقاد دارید میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق همین نمبر که به شما خواندم. خب شاگرده عزیز با ما همراه باشید خب شاگرده عزیز و گرامی درس امروز ما و شما چی است؟ انتباق پذیری دو مسلس حالت سزل مساوی حالت سوم ما و شما اگر یادتان باشد ما و شما گفتیم که دو شکل ما و شما میگیم انتباق پذیر معنای چی است؟ اگر ما بیایم یا را دقیقا روی هم قرار بدیم کاملا همدیگر را بپوشانند به ای دو شکل میگیم چی؟ شکل های انتباق پذیر یا میگیم برهم منطبق هستند درست است شاگرد عزیز؟ خب ما چند زلی های انطباق پذیر خواندیم دیگه گفتیم دو تا مربع را میتونیم اگر ازلاش با هم مساوی باشد روی هم بانیم کاملا همدیگر را میپوشانند دو مربع چی است انطباق پذیر هستند اما در رابطه با مثلث ها خواندیم و گفتیم دو مثلث انطباق پذیر میگوییم اگر چی شود؟ زل هاش با هم مساوی باشد زاویه هاش با هم مساوی باشد سه تا زل از این مثلث اول با سه تا زل از مثلث دوم مساوی باشد و سه زاویه اول با سه زاوی مثلث دوم هم چی باشد مساوی باشد هر زاویه زاویه مربوطه خودش چک میکردیم دیگه نه قبلا گفتیم ولی گفتیم نیاز نیست ما 6 تا جزء چک کنیم یعنی سه تا زاویه و سه تا زل با هم با چیکار کنیم گفتیم ما فقط از این 6 تا جزء ما سه تا جزء اگر چک کنیم با هم مساوی باشد او هر دیگه خود به خود چی میشه برابر میشه برقرار میشه خب حالت اول چی بود دو زل و زاویه بین گفتیم اگر در دو مثلث دو زل در مثلث اول دو زل با در مثلث دوم با دو زل دیگه مساوی باشد و زاویه بین همین دو زل دقت کنید زاویه بینش درست است دیگه زاویه گفتیم به در نمیخوره دو تا زل و زاویه بین دو زل با دو زل از مثلث دیگه و زاویه بینش با هم مساوی باشد میتونیم نتیجه بگیریم که دو تا مثلث ما و شما چی است پذیر است و حالت دوم چه بود دو زاویه و زل بین دقت کنید دو زاویه و زل بین گفتیم دیگه زل اگر باشد بدرد درد نمیخوره باید حتما زل بین دو زاویه باشد و حالتی که امروز ما شما میخوانیم چی است حالت سه زل یعنی اگر سه تا زل مثلث اول با سه تا زل مثلث دوم مساوی باشد هر زل با زل مربوطه خودش دیگه نه دیگه زاویه رو چک نمیکنیم زاویه خود به خود چی میشه برقرار میشه مساوی میشه و میتونیم نتیجه بگیریم که دو مثلث ما و شما چی است پذیر است پس من نوشته کنم انتباق پذیری دو مسلس حالت چی میشه؟ حالت سوم ما و شما میشه حالت سه زلعه مساوی که چی رقم نویشتن میکنه؟ به این شکل زاد 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 سه تا زلعه مساوی درست هم شاگرد عزیز؟ پس درس ما و شما به این شکل است انتباق پذیر دو مسلس حالت سوم حالت سه زل مساوی خب دقت کنید شاگرد عزیز اگر ما و شما با نام این مثلث ما و شما داشته باشیم مثلث ای بی و سی درست است و دیگه مثلث ما و شما به این شکل باشد. ای زبر بی زبر و سی زبر خب دقت کن شاگرد عزیز علما کمی رسامین خوب نیست خودتون دقیق بکشین خود در کتاب چتون خب دقت کن شاگرد عزیز اگر ما شما داشته باشیم که زل ای بی با مفاهی باشد با زل مربوطه ای بی کدام است ای زبر بی زبر است دیگه باز ای بی رو با ای زبر سی زبر باید دیگه مفاهی نیست دیگه رو میفهمیم درست است پس زل مربوط خودش ای بی با ای زبر بی باشد دیگه چی بی سی مربوطه چی میشه شاگرد عزیز بگین شما بی زبر سی زبر آفرین بی زبر, سی زبر. و زل ای سی میشه چی؟ ای زبر سی زبر پس زل ای سی مساوی باشد با ای زبر سی زبر فقط همین سه زل ما شما اگر دیدیم که مساوی بود ولی اگه یاد میشه در درس قبل ما گفتیم شاگرد عزیز هر مساوی که ما, ما شما نوشته میکنیم باید چی باشد باید با دلیل نوشته کنیم صحیح خب این من این درس ماست باز مثال که کار کردم برات میگم که چرا میام ای مساوی است با اون مثال میگم ای چند این 4 سانتی متر است هم 4 سانتی متر یا خود سوال با ما شما میگه این دوزل با هم چی است مساوی است پس هر چیزی که ما شما نوشته میکنیم باید با دلیل نوشته کنیم درست است پس اگر در دو مثال است ما شما فقط تا نشون بدیم سه تا زل با هم مساوی است زاویه اش کار نداریم زاویه خود به خود چی میشه مساوی میشه پس از این عرصه ما شما نتیجه میگیریم که مثلث ABC A بی انتباق پذیر است یعنی سمبول گفتیم انتباق پذیر است دیگه با مثلث ای زبر بی زبر سی زبر ای زبر بی زبر سی زبر علامه مثلث بالایش میکشیم سیست خب به حالت چی میشه به حالت حالت زاد 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 یعنی سه زل زاویج نگفتیم فقط سه تا زل گفتیم درست است شاگرد عزیز پس حالی که دو تا مثلث چی است دو تا مثلث انطباق پذیر شد نتیجه می که زاویه اش مساوی است زاویه ا مربوطش کدام است آفرین ا زبر است دیگه ای با بی زبر مساوی نیست دیگه ای با ا زبر مساوی میشه بی با بی زبر مساوی میشه و سی با سی زبر مساوی میشه درست است وقتی که چی شد سه تا ضلع بود نتیجه گرفتیم دو تا دو تا مثلث چی هست؟ پذیر هستند درست است شاگرد عزیز پس حالت سوم انطباق پذیر ما شد حالت سوم حالت سه ضلع مساوی پس ما تختر پاک میکنم شاگرده عزیز یک تا مثال کار میکنم که دقیق بفهمین چرا رقم میشه درست است خب شاگرده عزیز و گرامی مثال دقت کنید مثال به این شکل است گفته که در یک مستطیل ABCD نوشتم که در مستطیل در مستطیل ABCD دقت کنید شاگرد عزیز یکی از قطرها را یکی از قطرها را رسم کنید نشان دهید که مسلس های تشکیل شده یا ایجاد شده با هم چی هستن؟ انتباق پذیر هستن نشان دهید که مسلس ها انتباق پذیر هستن خب دقت کن شکر دزیر چرا هم کار میکنیم ما ولیک یک مستطیل میکشم مستطیل ABCD مثلا مستطیل A B C D در وصف شکل داشتید دیگه خب گفته یکی از قطرها رسم میکنیم فرق نمیکنه هر کدام قطر رسم کنین فرق نمیکنه من, من اینی رسم میکنم قطر BD را من رسم میکنم درست وصف قطر میفهمین دیگه نه؟ دو تا رسم مقابل به هم وصل میشه چی قطر خب چی از قطر دفع کنه حالا گفته ای دو مثلث دو مثلث جور بشه مثلث بالا مثلث پایین درست است گفته یار ثبوت که یار دو, دو مثلث چی است انطباق پذیر است خب چی رقم ثبوت میکنیم؟ پس من نوشتم میکنم ثبوت خب شاگرد عزیز دقت کنید شکل ما و شما مستطیل است ای بی سی دی مستطیل معنای شخص مستطیل مستطیل میفهمیم چارزلی است که زل های روبرو با هم چی است مساوی یعنی طول مستطیل AB با DC است مساوی است در مستطیل میفهمیم دو تا طول داریم که با هم مساوی است و دو تا عرض داریم AD با BC مساوی است درست است پس عرض ها با هم مساوی هستند و طول ها با هم مساوی هستند و دیگه چی میفهمیم مستطیل چی است زاویه چند درجه است آفرین زاویه اش درجه است قائم است یعنی زاویه C ما و شما 90 درجه زاویه A ما و شما 90 درجه میفهمیم درست است چون گفته مستطیل است خودش گفته صحیح پس من نوشتم میکنم چه رقم میکنم میخونم شاگرد عزیز از مثلث بالا من میگم که ای بی زل ای بی با زل در مثلث پایین با زل دی سی مساویسته. با دی سی چرا دلیل گفتیم هر مساوی که شما میگید مساوی است باید دلیل داشته باشین چرا ای بی با دی سی چون هر چی است طول های مستطیل هستند میفهمیم در مستطیل طول ها با هم چی هستند مساوی پس میکنم دلیلش چون طول مستطیل هستند چون طول مستطیل خب دیگه چی شاگرد عزیز AD با BC مساوی است پس AD مساوی است با BC باز چرا دلیل شما بگین آفرین اونایی که گفتن چون عرض مستطیل هستن آفرین چون دو تا عرض در مستطیل چی هست مساوی است پس نشون میکنیم چون عرض مستطیل خب دیگه چی شاگرد عزیز دقت کن درس ما و شما چی است حالت سیزل است دیگه من زاویه فعلا کار ندارم پس میگم که بی دی دقت کن زل بی دی هم در مثلث بالاست هم در مثلث پایین پس بیدی مشترک است آفرین بی دی هم در بالا حساب میشه هم در پایین حساب میشه هم زل مثلث بالاست هم زل مثلث پایین است پس نوشتن میکنم بی دی با بی دی. دلیل چرا چون میگه مشترک صحیح شد شاگرد عزیز پس ما سه تا زل نشان دادیم سه زل از مثلث بالا با سه زل از مثلث پایین چی است مساوی است پس از این ار نتیجه چون جای جا نیست پایین نوشتم میگم شاگرد عزیز نتیجه میگیریم که دو مثلث ای بی دی پس ای بی دی پذیر است با مثلث چی ای بی دی گفته معلمش چی دی بی سی با مثلث دی بی سی به حالت چی میشه به حالت شاگرد عزیز دقت مو با حالت سه زل میشه با حالت سه درست است سه تا زلز گفتیم با هم چی مساوی است سه تا از مثلث بالا و سه تا از مثلث پایین با هم مساوی باشد پس نتیجه گرفتیم دو تا مثلث ما و شما انطباق پذیر است درست است شاگرد عزیز خب بعضی از شاگردان میگن که ممکن است شما با خودتان میگن خصوصیات میتونید زاویه ا را با زاویه سیم هم بگیم میگیم بله زاویه 90 درجه زاویه سیم هم 90 درجه است پس دقت کن شاگرد عزیز اگر من به جایی که بی دی رو بگم یا آخر بی دی بگم با بی دی مشترک نمیگفتم میگفتم که ای بی با دی سی مساوی است چون طول مستطیل هستند ای دی با بی سی مساوی است درست است چون عرض مستطیل هستند و زاویه ای و زاویه سی اردوش مساوی است چون 90 درجه هستند بله پس میشد به حالت دو تا زل و زاویه بین درست است و هم درست است پس یک سوال وام و از چند از دو تا از حالات کار کنی مثلا کنم دلش شد کار کو فرقی نمیکنه در امتحان اگر آمد تو میتونی هم از این کار کنی هم میتونی از حالت دو زاویه بین کار کنی جوابش صحیح فرق نمیکنه درست شد پس یک سوال که با ما و شما میتونه ما باید ببینیم که از کدام از کدام حالت کار میشه اگر از دو تا شد خلاص هر کدام کار کردی فرق نمیکنه بعضی سوال فقط از یک حالت میشه درست است پس شما اگر از دو تا شد از هر کدام کار کنی مشکلی ندارد پس شاگرد عزیز یک مثال کار کنیم پس فهمیدم حالت سزل اما شما در انتباق پذیر دو مثلث داریم درست است عزیز خب شاگرد عزیز و گرامی مثال بعدی رو کار کنیم مثال دقت کنید شاگرد عزیز این شکل با ما و شما داده به عنوان مثال یک دا دایره با ما و شما داده است. این مرکز دایره است و دو تا قطر دایره با ما و شما رسم کرده این قطر قطر به عنوان مثال AB. بی سیست و دیگه قطر این مرکز دایره معمولا با چه نشان میتیم با او قطر AB بی سی دیره گفته با ما و شما داده است. گفته از ای به سی وصل میکنین از بی هم به دی گفته میدانیم که بی دی با ای سی مساوی مساویسته پس نویشتن میکنیم در شکل مقابل ای سی با بی دی مساویسته ای سی مساویسته با بی دی با نیره. کمی برتر نوشته کنم در شکل مقابل ای سی مساویسته با بی دی ثبوت کنید که مسلس های شکر دقت کنید ثبوت کنید مسلس های A O, A, o و بگن BOD. O D درست است B O D چی است انتباق پذیر هستند سید شاگرد عزیز پس هم یک سوال بیشتر سوال خوب است دقت کنید گفته در شکل مقابل این شکل با ما و شما داده گفته که AC با BD مساوی است او هم مرکز دایره است این خوب میفهمیم او مرکز دایره این AB ما و شما و CD قطر است پس او ای چی میشه شاگرد عزیز شعاع دایره میشه از مرکز تا دایره را اگر ما و شما رسم کنیم یک قطعه خط دور چی میگیم میگیم شعاع دایره او ای هم شاست او سی هم شاست او دی هم شاست و او بی هم شاست درست است های دایره و یک نکته رو این ما شما میفهمیم در شعاعی های دایره با هم دیگه چی هستن مساوی دیگه چون دایره لایه تنهای شعاع دارد و شعاع ها با هم چی هست مساوی پس گفته که این دایره سیر خود خب میفهمیم حالا چیکار میکنیم میره ثبوت میکنیم پس شاگرد عزیز ثبوت خب شاگرد عزیز دقت کنید من میگم که AC ای از این مثلث بالا اسی در مثلث با این با بی مساوی است چرا با بی دی مساوی است چرا دلیل گفتیم هر چیزی که شما بگید مساوی است باید دلیل بیاری برایش صحیح است سی با بی دی مساوی است چرا چون خود سوال با ما و شما گفته در شکل مقابل ای فی با بی دی مساوی است خودش گفته صحیح است پس نوشتم می کنم بنا به سوال یعنی خود سوال با ما و شما گفته بنا به سوال صحیح است پس بنا به سوال چی است خود گفته که یاردو با هم مساوی است پس دلیل داریم خود سوال گفته دیگه چی او ای با او بی مساوی است پس نوشتم می کنم او مساوی است با او بی شاگرد عزیز او چرا با او بی است چون هر دو تای چی است شاههای دایره است آفرین شاهای دایره با هم چی است مساوی هستند نشتا کنیم. چون شاه هستند چون هر دو تای دایره هستند خب دیگه چی پس او ای رو با او بی گفتم من و او سی رو با او دی مساوی میشه چون یام چی است های دایره هستن پس او سی با او دی میشه پس او سی مساوی است با او دی چرا باز دوباره چون شاخه دایره هستن صحیح است پس شاگرد عزیز ما چی گفتم از مثلث بالا سه تا زل گفتم از مثلث پایین هم سه تا زل گفتم پس با هم دیگه چی است مثلا چی میشه انطباق پذیر میشه پس ما میتونیم از این نتیجه بگیریم صحیح است که مثلث او ای مثلث او ای سی دقت کن الان مثلث بالاش میمانم انطباق پذیر است با مثلث چی شاگرد عزیز بگین او بی دی آفرین او بی دی به حالت چی میشه شاگرد عزیز به حالت زل میشه دیگه درست است شاگرد عزیز زاد زاد و زاد یعنی سه تا زل ما و شما گفتیم پس ما ثبوت کردیم دقت کنید یعنی گفتیم اس ای, ای زل سی با بی دی مساوی چرا چون خود سوال گفته او سی با او دی میشه او سی با او دی میشه چرا چون چای دایره هستن او ام با او بی میشه باز چرا چون باز چای داره هستند پس نتیجه بگیر که مثلث های ما و شما چی هست؟ انطباق پذیر هستند درست است شاگرد عزیز خب شاگرد عزیز حالی که انطباق پذیر شد زاویه ای به نظر تون شاگرد عزیز زاویه با کدام زاویه مساوی میشه زاویه ای مربوطش کدام است بگین شاگرد عزیز آفرین دارید که گفتن با زاویه B میشه با زاویه D نمیشه ها شاگرد عزیز دقت کنید زاویه با زاویه B میشه چرا شاگرد عزیز خیلی ممکنه بگیم با زاویه D میگیم نه خیر زاویه A با زاویه B مربوطش زاویه B است دلیلش به خاطری است البته در این مثلثات دقت کنید زاویه B و D با هم مساوی است یعنی A ما شما هم B مساوی میشه هم با مساوی میشه چون مثلث چی است متساوی ساقین است چون هر دو تا دایره است اما در حالت کلی به شکل ما میگیم زاویه ا مربوطش زاویه بی است چرا چون زاویه ا روبرو به کدام زل است به ضلع او است درست است ا روبرو به ضلع او است و او سی با کدام ضلع از مثلث دیگه مساوی است با او دی مساوی است حالا روبرو به او دی کدام زاویه میشه زاویه D میشه پس زاویه مربوطه زاویه بی است و زاویه مربوطه سی زاویه D میشه و زاویه اوی هم که با او دو چی میشه مساوی میشه درست است چگرد خب حالا یاش زیاد کار نداریم ما شما باید یارو بتونیم نوشته کنیم صحیح پس یه هم یک تا سوال دیگه کار کردیم که نشان دادیم دو تا مثال است. ما و شما چی است انطباق پذیر است پس شاگرد عزیز دقت کنید حالات انتباق پذیری حالات انتباق پذیری مثلث ها خب حالات انتباق پذیر ما و شما سه حالت خواندیم درست است؟ حالت اول چی بود؟ دو تا زل و زاویه بین دقت کنید زاد ز زاد دو تا زل و زاویه بین حالت دوم چی بود بود دو تا زاویه و زل بین به ز زاد ز سیست و حالت که امروز ما با شما خواندیم حالت سوم با شما چی است سه تا زل از زاد 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 دقت کنید شاگرد عزیز برای انطباق پذیری مثلث ها ما همین سه حالت داریم دیگه نداریم سه است یعنی حالت سه تا زاویه نداریم ها فکرتان باشد اگر شما نشان بدید سه تا زاویه از مثلث اول با سه زاویه مثلث دوم مساوی است آیا اینا حتما انطباق پذیر است میگیم نه خیر نمیتونه باشه من شک برد بندان مثال میکشم دقت کنید یک مثلث به شکل من میکشم این زاویه 90 درجه باشد این زاویه بالا مثال 40 درجه باشد و این زاویه 50 درجه باشد صحیح است زاویه 90 درجه 40 درجه 50 درجه حالا یک من مثلث کلانم بیایم بکشیم به این شکل مثلث کلانتر بکشیم این چیل درجه میشه کشید ایره میشه درجه کشید و یه نوت درجه دقیقا زاویش مساوی است اما دوتی مسالف انتباق فضیر نیستند پس دقت کنو شاگرد عزیز حالت سه زاویه نداریم ما درست است؟ پس ما سه تا حالت داریم برای انتباق پذیر مسلس ها امیس سه دو تا زل و زاویه بین دو تا زاویه و زل بین و, دو تا و حالا سه زل دقت کن شاگرد عزیز باز ما برای دو حالت دیگم داریم برای مسلس های قائم زاویه که در درس های بعد ما شما رو میخوانیم پس برای حالت کلی مثلثا برای هر مثلث قائم زاویه باشد نباشه فرق نمیکنه یعنی سه،, سه, حالت جواب میده اگر ما تونستیم یک از این سه حالت نشان بدیم که مساوی باشد میگیم دو تا مثلث چی است انطباق پذیر هستن درست است پس فکرتون باشه شاگرد عزیز حالت سه زاویه نداریم ما پس من پاک کنم پس حالت سه زاویه ما شما نداره فقط انطباق پذیر مثلث همین سه حالت است خب شاگرد عزیز پس درس امروز ما و شما معنی بود حالت سه سزا... زل با هم دیگه خواندیم درست است شاگرد عزیز <موسیقی> خب شاگرده عزیز و گرامی پس درس امروز ما و شما خلاص شد حالت چی بود حالت سه زل بود که ما میتونیم نشان بدیم دو تا مثلث انطباق پذیر هستند پس من اینم تیک مارک میکنم شاگردای عزیز اما کارخانگی کارخانگی تمرین های صفحه 144 کتاب باید به با ما حل کنید و روان کنید از طریق واتساپ نمبرش هم 20964 780 255 40 13 درست شاگرد عزیز؟ شاگرد عزیز و گرامی پایان درس 11 هم از فصل پنجم خب شاگرد عزیز و گرامی بانده نباشین بخیر باشین وقت خوش خدافستان